و مرچخان اسرانه پردردسر. دام دیدام 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 نه اینه نگاه کن عجب بسرانه خوشمزه ایم نزی گودنگ و شما بخورم دادم دیدام 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 این یکی رو نگاه کن. ولی خب باید مواظب رژیم غذاییم باشم، چربی این خیلی زیاده. اگه همین الان یه مورچه نخورم از گرسنگی تلف میشم. آها، بازم سر و کله این مورچه خوار لعنتی پیدا شد. خوشحالم که اون از موریانه خوشش نمیاد. سر ایران برو کران موریانه یه احمق، سده معبر کردی گم شو. وای 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 وای، اگه بزرگ کشم میکشمت. صبح بخیر سوسیس. مگه یه سوسیس هم حرکت میکنه؟ من به یه سوسیس صبح بخیر گفتم. جانمی جان یه مورچه، خب بدش من. و تو هم شام منی. سلام بسرم میگیم. حالا وقت چخ سلامتی ندارم، چون مورچه خور دنبالمه، باید هر چی زودتر از اینجا فرار کنم. فرار فایده ای نداره، هر جا بری تو چنگ منی. وحشت نکن بسرم جان، کمک در راهه. درسته که ما با هم زیاد صمیمی نیستیم، ولی در مواقع خطر هوای همدیگر رو داریم. چرا تمام بله ها همیشه سر من نازل میشه؟ خیلی ممنونم. بیا دنبال من، بیا زود باش. بله دارم میام. دی چه خوشگلی. داریم میریم به قصد خودم بذارم اونجا. بیا رسیدی. توی بابا چقدر خوشگلی اینجا. بسیار خوب مرتبه، من دوباره پیدات کردم. خب بریم، اینجا مهمون منی. اون داره دنبال من میاد، ولی زیاد پیش نمیمونم. ای مرتبه احمق، قایم شدن فایده ای نداره، چون من همیشه دنبالتم. یا بیا بیرون یا من میام تو. البته با این دماغ گنده من چجوری برم تو؟ فکرشو نکن، این ترتیبشو میده. بدونی فکرم کنم بله ترتیبشو داد. پسرمو حالا مدتی از شرش راحتی، تشکر لازم نیست. با این دماغ نمیدونم باید به دکتر مراجعه کنم یا شاید لوله کش بشم. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ هیچی، اینا همشون فامیلای من هستن. از بس شکمو هستم مجبورم هر چند وقت یه دفعه خونم رو عوض کنم. اینجا تا دلت میخواد موریان است، ولی من مورچه میخوام. باید از اینجا درم، چون با سرکلش پیداش خدافز. نه نباید بری مورچه، چون هنوز دنبالتم. من تو همقد منی، خجالت داره. بازم باید رژیم غذاییمو به هم بزنم. خب دیگه گیرت انداختم مورچه، حالا حتی اون موریانه احمق هم نمیتونه به کمکت بیاد. جدی میگی؟ بفرما. یعنی من به این بزرگی نمیتونم حریف یه موریانه فسقری بشم؟ اینقدر خوردم دیگه دارم میترکم. موریانه یه نفهم دیگه کفر منه در بردی. این دفعه دیگه تصمیم گرفتم میخوام با این حساب تو برسم. میدونی سردردم دوباره اوت کرد. خیلی متشکرم رفقا. باید بگم که فامیل بسیار خوبی داری. آره، ولی همه‌شون شکمون هست. از تنها چیزی که تو این دنیا من خیلی دلخورم یه موریانه یه موزیه. الان تو این قفس قایم میشم. قایم میشم تا سر کله مورچه پیداش بشه. ای موریانه های کدن، اگه فکر میکنید که میتونید بازم بهم کرک بزنید کور خوندین. میدونین چیه؟ یه فکری به خاطرم رسید، ولی افسوس که فراموشش کردم. خب بازم ازت متشکرم. دیگه باید برم قربان تو. حالا یادم اومد دنبال یه مورچه بودم. ای مورچه. بازم این گنده پیدا شد. ولکن نیست. یه خطر بزرگ برای یه مورچه است، در حالی که یه پرش کوچک برای یه مورچه خاره. مثل اینکه ضرب المثل برعکس در من، اصلا نمیدونم کدومش درسته. خدای من دارم میترکم، بازم باید رژیم بگیرم. اون مورچه کجاست؟ ای مورچه
میخوام باهات حرف بزنم. میدونین چیه؟ این درست مثل پیدا کردن یه سوزن در کاهتونه. هی مورچه، خب آخه چطوری میشه یه سوزن توی یه کاهتونی پیدا کرد؟ آها دیدمش. خیلی خب مورچه، دارم دنبالت میام. فکر عوضی نکن، من یه مورچه خارم و دارم دنبال یه مورچه میگردم. باور کن هرچی بهت گفتم عین حقیقته. ببین داستانش اینطوریه، یه مورچه بود که ما میخواستیم با هم دیگه نهار بخوریم. امیدوارم وقتی که به اون پایین رسیدم تو یه تصمیم عجولانه نگیری. میشه یه فرصت دیگه هم بهم بدی؟ بهت قول میدم که اگه آروم بگیری فردا صبح حالت خیلی بهتر از الان باشه. خیلی متشکرم موریانه، تو فامیلت باید یه روز نهار بیای خونه من. نه مورچه، من باید این دعوت تو رو رد کنم چون مجبورم رژیم غذاییمو دوباره از نو شروع بکنم. ولی بپنت